بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود و سلام داریم خدمت تمامی شما عزیزان بیننده و شنونده. ان شاءالله که جور صحتمند و سرحال باشین، در هر گوشه و کنار که هستین ان شاءالله از عافیت خوبی برخوردار باشین. عزیزان دل، باسم برنامه راه درمان است و من حسین حسینی میزبان شما در این برنامه هستم و موضوعی را که در این برنامه همچنان انتخاب کردیم از جمع موضوعات بسیار یک موضوع مهم است، یک موضوع بسیار با ارزش است که بخصوص والدین عزیز، خانواده های عزیز، انشاءالله حتما این موضوع را توجه داشته باشین تا پایان برنامه و بحث انشاءالله ما را همراهی بکنین. موضوعی که انتخاب کردیم در ارتباط به فواید صحی ختنه اطفال هست که مهمان ما در برنامه دکتر صاحب نادر پاینده، متخصص داخلی اطفال با ما هستند. شما خوبان هم اگر پیرامون موضوع سوالاتی دارین حتما تماس بگیرین و سوالاتون را مطرح بکنین. شماره تماسگیر برنامه 020-250-34-44 هست که شما را به طور زنده و مستقیم وصل می‌سازه. همه طریق تلویزیون همین لحظه برنامه به طور زنده جریان داره و همچنین از طریق 91.9 FM رادیو راه فردا. دکتر صاحب سلام خدمت شما، وقتتون بخیر، بسیار زیاد خوش اومدید. سلام و عرض ارادت خدمت شما آقای حسینی سید، همکاران و تمام بینندگان عزیز شما. خوشوقتم از این که بار دیگر از طریق تلویزیون شما در خدمت دوستان و بینندگان هستم. ما در خدمت هستیم، بفرمایید. خیلی تشکر، سلامت باشین، خوش آمدین. همونطور که یاد کردم در ارتباط به فواید صحی ختنه اطفال میخواییم با شما بحث بکنیم در این برنامه. در نخست دکتر صاحب اگر بگوییم که ختنه خودش چی است و چطور انجام میشه؟ پیش از این که اصطلاح ختنه را ما اجرایش رویش بحث کنیم، خوب است یک مروری کوتاه به خود معرفی از این ارگانی که این عملیه رویش اجرا میشه یک مروری کوتاه داشته باشیم. ختنه را ما پیش آدم ها معمولا بالای قضیب اجرا میکنیم. خود ساختمان قضیب معمولا یکی از ارگانهای بسیار مهم و حیاتیه که اتفاقا ما خواهشمند هستیم که دوستایی که این عملیه را اجرا میکنه، چون موضوع بسیار مهم است، ارگان یک ارگان بسیار مهم و حیاتیه، بنابراین این پروسه حیاتی را با امومیتودهای خاص و با الزاماتی که ضرورت است اجرا کنه. حالا در قسمت معرفی ای عضو ای ساختمان معمولا خوب است که ما ای ساختمان را از نظر آناتومی به سه بخش تقسیم کنیم. یک ناحیه پریپیوس یا جلدی است که ناحیه گلنس را پوشانیده، بعد پهلوی از خود گلنس است، در عقب گلنس یک ساختمان حلقه مانندی که او را به نام امیتاج یاد میکنه و پشت سر از او خود جسم قضیب است که از نظر آناتومی اتفاقا خیلی مهم است. در پهلوی زی خود پریپیوس یا امو جلدی که ناحیه گلنس را به پیش مرد و قضیب را پوشانده یک عضوی اتفاقا بسیار حیاتیه. ارزش حیاتیتش در اینجاست. حالا ما وظیفه جلد را گاه و ناگاهی کم کم بلد داریم. جلد خودش یک عضویه که اتفاقا حرارت بدن ما را تامین میکنه. بله. در پهلوی زو جلد عضویه است که به ما زیبایی میده. کسی که جلد شفاف داشته باشه قطعا او از یک زیبایی خاصی برخورداره. دوم وظیفه جلد. سوم وظیفه جلد موضوع به اصطلاح نگهداری هست. زمانی که یک ساحه جلد کافی نداشته باشه، حالا سرخودانه انواع آسیب ها و عامل ضرر رسان در اون ساحه حاکم میشه و بدن ما و شما را صدمه میزنه. چهارم عملیه که در اینجا هست، افرازات خود غدوات جلدی در ساحه بسیار مهم است، خصوصا در ناحیه گلنس در زیر پریپیوس یک سر غدوات افرازی وجود داره که همین مایه چربگونه و شاداب کننده جلدی را در تمام عمر ما و شما در او ساحت تأمین میکنه. زمانی که ما از ختنه گپ میزنیم، از مزایای ختنه گپ میزنیم، باید این موضوعات را در اطراف اجرای عملی ختنه باید در نظر داشته باشه.
حالا اگر ما خود عملی ختنه را با این ارزش‌هایش در نظر می‌گیریم، به فرض زمانی که ما عملی ختنه را بالای یک فرد یا یک مرد اجرا می‌کنیم، مسلماً است از این همه مزایایی که ما برای جلد در این ناحیه تعریف کردیم حتماً یک مقدارش آسیب می‌گیره، یک مقدارش آسیب می‌گیره. زمانی که اگر این عملیه اجرا نموشد، در صورتی بودن جلد در ناحیه اتفاقاً یک مقدار اضرار وجود داره. مثلا ما از افرازات در او ساحه یادآور شدیم، مرتب غدوات افرازی و غدوات عرقی فعال است. افرازات همون طوری که در سایر قسمت های جلدی ما و شما برای همیشه هست، در اون ناحیه هم افرازات وجود داره. گاه گاهی تجمع افرازات در ساحه گلنس در زیر پیروپیوس اتفاقا یک سری مشکلات را بار میاره. گاه گاه یک چیزی را فراموشیم نشه که خود امی افرازاتی که در ساحه وجود داره، نام زیره دکتر سایبا به نام سیمیک ما میگه. در صورتی که این افرازات به صورت دوامدار در ساحه وجود داشته باشه، در داخل یک خریطه درست مشابه یک سیست در اونجا تجمع مونه که ایره به نام سیست سیمیک ما میگه. اکثری از دانشمندا و دکتر سایی با ای باور است در صورتی که بنا به دلیل این مایه افراز شده سیمیک ما از یک فرد به اصطلاح مریض به فرد دیگه انتقال پیدا میکنه، خصوصا در پیش خانم ها باعث بعضی امراضی که تداویش اتفاقا بسیار سخت است، اتفاقا باعث از او مریضا میشه، از جمله کانسرهای عنق رحم است در پیش خانم ها که این ماده سیمیگما با ایجاد او کانسرها کاملا ارتباط مستقیم داره. این در صورتی اجرا نشودن خود عملی ختنه، اتفاقا این مشکلات رو در عالم انسان ها گاه گاهی مشاهده میشه. حالا خود عملی ختنه را مردم به زبان های مختلف میشناسه. گاهی مردم های را ختنه میگه، گاهی مسلبو میگه. به همین ترتیب دکتر سیبایر به نام سرکم سیشن یاد منه. میتودش یک میتودی جراحی است که ما توسط از این عملی جراحی امی پریپیوس را از ناحیه کرونا یا تاج گلنس میورداریم توسط عملی جراحی، و میتودهایش هم مختلف و متفاوته که در قسمت اگر وقت باقی بود در قسمت اجرای میتودهایش هم انشاءالله ما و شما بحث خواهد کرد. بسیار خوب، تشکر دکتر صاحب. حالا میپردازیم روی مزایا و فواید ختنه از نظر صحی چگونه است؟ در قسمت مزایایش ما پیشتر یادآور شدم که زمانی که یک فرد ختنه نموشه اینی گرفتاری ها را داره، و در صورتی که فرد ختنه نموشه چون ساحه زیر پیروپیوس هم یک فضای بسته هست، مرتب در زیر زو افرازات تجمع میشه، افرازاتی که در ساحه تجمع میکنه به نام سیمیک ما یاد میشه، و گاه گاهی به صورت سوپرینپوز بعضی انتانات دیگه در ساحه مداخله نه باعث سیست سیمیگما میشه. به همین ترتیبی وضعیت پیشرفته تر میشه، گاهی منتن میشه، التهابی میشه، سوزش و خارش و بعضی گرفتاری های بسیار جدی که قبلا یادآور شدم بار میاره. اینا از جمله مزایای ختنه هست. زمانی که یک کس ختنه میشه اتفاقا این گرفتاری ها رو نمیداشته باشه. دکتر صاحب، کدام سن برای ختنه اطفال بهتر و مفیدتر است؟ اگرچه پیش از این که ما این عملیه را ارتباط به سن بدیم، خوب است که در قسمت همکار بودن فردی که این عملیه پیشش اجرا میشه صحبت کنیم. حالا میتودهایی که این عملیه را دکتر صاحب اجرا میکنن متفاوت است. بیشترین کم ضررترین میتودی که دکتر صاحب این عملیه را اجرا میکنه تا طریقه فورسپس است که در این طریقه ما مجبور هستیم یک دوایی که ابطال حسیت است، ساحه را یک مقدار بی‌حس میسازه برای فردی که عملیه برش اجرا میشه، زرق مونماید. اگر یک اشتوک یا یک فردی که عملیه پیشش اجرا میشه همکاری درستی نداشته باشه، چون یک ساحه بسیار ساحه حساس است، عملیه بسیار یک عملیه حیاتی است،
اگر فرد همکار نباشد، حالا در هر انتروال سینی که هست اگر همکار نباشه، اتفاقا این پروسه یک مقدار مشکل می داشت. درست، تماس هم داریم. بله، سلام علیکم. سلام علیکم، تشکر. شما خوب هستین انشاءالله؟ خوب هستین، شکر. سلام علیکم، سوال شما تا پرسید. بفرمایید. زمان ختمه ارسال شدنه از تابشیدن زخم جلوگیری کنیم. آه، درست است، تشکر. انشاءالله دلا بلای برنامه می پردازیم. تشکر است، تماس هم فرمایید. ادامه صحبت شما دکتر. خوب ترین مرحله سنی که ما باید این میتود را برای اطفالا و برای انسانها اجرا کنیم همون سن 5 سالگی هست. بازم با در نظر داشتی که فرد باید با ما همکاری داشته باشه. و اتفاقا ما این عملیه را برای انسانها از دوران نو تولدش، از دوران نوزادیش تا سن 35 الی 40 ساله رم اجرا کردیم. حالا خیلی آدم ها هسته که احتمال دارم کاملا ریش سفیدم موسین شده، بنا به دلایل مختلفی فرهنگی که تا حال را ای عملیه پیشش اجرا نشده موشم ما او را انجام بده. یعنی محدودی سنی نداره، منتها همکاری شرطی قطعی و حتمی هست. دقیقاً، تشکر. و شنونده ما سوال کردن دکتر صاحب، گفتن که بعد از ختنه چگونه از التهابی شدن از او جلوگیری بکنید؟ اگرچه در قسمت التهابی نشدن از چند عامل بسیار رول داره. اول مراقبت هایی است که پیش از اجرای از این عملیه باید در نظر گرفته شده که اونا از منتن شدن ساحه جلوگیری میکنه. در پهلوی از زمانی که ما این عملیه را اجرا میسازیم مراقبتش بسیار مهم است. اگر ما با مراعت نکردن مراقبت هایی که این عملیه ضرورت دارد در جریان اجرای این عملیه در نظر نگیریم، بازم ساحه قطعا التهابی میشه. به همین ترتیب بعضی ضرورت هایی است که بعد از اجرای این پروسه باید در نظر گرفته شود. خوب ترین پروسه ایره که باید مادرها، والدین در خانه و خانواده برزی عملیه میتنه اجرا کنه پانسمان است. پانسمان کردن هم کار بسیار آسان است. با یک سیروم اینون مالسلین میتنه ساحه را پاک کنه، با یک آب و صابون میتنه پاک کنه. حالا پایودین ها یا مواد های انتیسیپتیک بسیار فریمون در تمام دواخانه وجود داره که میتنه با اجرای از امی خودی ساحه یا زخمی او ناحیه را از منتن شدن و یا میکروبی شدن نگهداری کنه. بسیار خوب، تشکر. نکات بسیار خوبی را شما مشاره کردن دکتر صاحب و انشاءالله که توجه خانواده عزیز را میخواییم در برنامه خود. حالا میریم سراغ یک تماس بعدی. بله، سلام علیکم. سلام علیکم. علیکم برسلام، خوب هستین؟ باش بخیر، سلامت. تشکر، سلامت باشین. بفرماین. سوال داشتم از دفتر. بفرماین، چه سوال داشتین؟ همین اطفال در کلان سین ختمه شو بهتر است. خب، بیشتر دکتر صبری مسئله صحبت کرد، ولی بازم یک مختصر مرور میکنیم. تشکر. بخیر باشین. تشکر، سلامت باشین. خب، شنونده ما حتما پیش تلویزیون و پیش رادیوشون نبودن و تازه با ما پیوستن، خوش آمدید میگیم شما. دکتر صاحب خیلی کوتاه اگر اشاره بکنه. محدوده خاص سنی وجود نداره. اینا اتفاقا هم توانایی بچه های خود در نظر بگیره. حالا یک چیزی دیگه وجود داره، یک محدودیتی دیگه وجود داره که اکثری از اشتوکا اتفاقا از زرق و از پیچکاری بسیار زیادتر در تشویش حراس هستن. حالا در صورتی که فرزندای شنوندای محترم در قسمت زرق پیچکاری یا زرق دوا کدوم مشکل نداشته باشن، همکاری دکترشون خوبترین مرحلهش یا خوبترین به اصطلاح انتروال سنی همین سن 4 سالگی تا 6 سالگی است. 4، 5 و 6 بهترین وقت ختنه است. بسیار خوب. و بعضی کسا دکتر صاحب زمانی که نوزاد تازه متولد میشه از دنیا میایه همون زمان ختنه میکنه، آیا مشکل ساز میشه برشان؟ یک تماس میگیریم قبل از اینکه پاسخ بپردازیم. بله، سلام علیکم. سلام علیکم، تشکر، خوب هستین؟ دکتر سلامت باشین. سوال داشتم از جناب دکتر صاحب که کدام فصل های سال بهتر است به خاطر ختنه اطفال؟ کدام فصل های سال؟ تشکر، ان شاء الله از طریق برنامه شنونده و بیننده باشین دکتر صاحب پاسخ میده. تشکر.
تشکر، زنده باشید. در قسمتی که باید ما کدام فصل را برای اجرای ازی در نظر بگیریم زیاد مهم نیست. ما در تمام فصلهای سال میتونیم ختنه را اجرا کنیم، زیاد مهم نیست گرما و سرما. چیزی که خیلی مهم است مراقبت بعد ختنه است که او رو باید والدین در نظر بگیره. چالش هایی را که ما اتفاقا بعد عملی ختنه در مراقبت ها داریم، امین است که بعض والدین اتفاقا چون ساحه بسیار یک ساحه حساس است، فوق العاده دردناک است وقتی که این عملیه برایش اجرا میشه، چون ساحه انساجش تخریب میشه، رشته های عصبیش قطع میشه، ساحه که دردناک باشه با کوچکترین تنبیه یک درد بسیار شدید ایجاد میشه. لحاظا اطفالا از درد بسیار زیاد نگران هستند. حالا خوب است که والدین پیش از اینی که دردی اشتوکش را دردی بچه هایش را در نظر بگیره، التیام زخمش را در نظر بگیره. اشکال نداره اگر یک ده دقیقه یک اشتوک درد میکشه، سوزش میکشه، برعکسش از طرف دیگه التیام زخمش زود بهبود پیدا میکنه. دکتر صاحب، حالا روی از این مسئله صحبت بکنین که عملی ختنه در زمان نوزادی که اجرا میشه آیا باعث کنه مشکل میشه؟ اتفاقا نوزادا فیزیولوژیش یک مقدار با آدم های کلان فرق داره. عمدترین فرقی که پیش نوزادا وجود داره این است که همه خیلی های از ارگان های اطفال هنوز رشدش تکمیل نشده، خصوصا ناحیه پریپیوس گلاند و سایر چیزا در پیش اطفالا، سایر ارگان ها پیش اطفالا. حالا اگر جریان خون را ما در اینجا در نظر بگیریم، چون به شکل طبیعیش با مو این کشاف نهاییش نرسیده، لحاظا اگر یه عملیه پیش نوزادا اجرا میشه، اگر یکی از این شرایین بسیار اساسی در این مرحله رشدی قطع شنه، ما گفتم انکشاف کافی نداره، لحاظا احتمال داره در برای نوزادا یک مقدار این عملیه سخت تمام شنه. بازم این برمیگرده به مهارت و توانایی فردی که این عملیه را اجرا میکنه. منتها میشه برای نوزادان ما این عملیه را اجرا کنیم. آره میشه. حالا دکتر صاحب، کسانی که میخواهد اطفالشون را ختنه بکنن پیش کدام دکتر صاحب ها مراجعه بکنن؟ من پیشتر یادآور شدم که موضوع یک موضوع بسیار حیاتی است. ساحه یک ساحه فوق العاده حساس و مهم و حیاتی است. لحاظا ما باید این موضوع را بسیار سطحی بهش برخورد نکنیم، چنانچه که اکثر والدین تصورش بر این است که حالا یک ختنه است، در حالی که این موضوع موضوع حیاتی است، موضوع بسیار حساس است. لحاظا نمیشه ما بسیار اندک و سطحی در نظر بگیریم. ما با چالش های بسیار جدی در جریان عملی ختنه اتفاقا دوچار هستیم. لحاظا هر قدری که فرد عمل کننده یعنی دکتر جراحی که این عملیه را اجرا میکنه دارای درایت کافی باشه، علمیت کافی باشه، مهارت کافی داشته باشه، دستاوردها و تجربه کافی داشته باشه، میتونه این عملیه را کاملا خوب و درست اجرا کنه. لحاظا والدین این نقطه را در نظر بگیرن که اطفالایش را، فرزندایش را پیش دکتری ببره که او از این مهارت ها برخوردار باشه. دقیقاً. حالا روی از این صحبت بکنیم دکتر صاحب که انواع روش های ختنه به چه صورت است؟ میتود ها معمول ترین، حالا عملی جراحی اتفاقا تمام عملی های جراحی حالا یک مقدار امکانات بسیار وسیع و گسترده در اختیار دکتر صاحب ها هستن. معمول ترین میتود هایی را که برای فعلا دکتر صاحب اجرا میکنه، یک میتود هست، یک آله پلاستیکی هست که ورد زیر پریپیوس دکتر صاحب جاگذاری میکنه، اجرای عملیه را گذاشتن رنگی میگه. دکتر صاحب ایران این عملیه را بسیار زیاد اجرا میکنه.
به همین ترتیب حالا لایزر سرجری در دنیا بسیار زیاد بسیار زیاد پیشرفت کرده و ما میتونیم همونطوری که در باقی عملیات جراحی از میتود لایزر استفاده کنیم، در این عملیه میتونیم، در اینجا میتونیم استفاده کنیم. به همین ترتیب میتودی بسیار سابقه و مفید و مؤثری که اکثر دکتر صاحب به این باور است که باید ختنه با همین میتود اجرا شود، همین میتودی سرینجینگ و کلمپینگ است که با شیریانگیر و کلمپ و سوزن اجرا میشه. میتودی بسیار کم ضرر و اتفاقا خوب است که اضرار بسیار کم داره برای اطفال ها. بله. و خود شما دکتر صاحب کدام نوع ختنه را توصیه میکنید؟ ما گفتم چون امی میتود حالا ما اضرار و ضررهایی که از تمام این میتودها برای نوزادا، برای اطفال و برای آدم ها پیش میه کاملا اطلاع و آگاه داریم و خوبترین میتودی که باید توسط از او عملیه ختنه اجرا شوه همین میتود سرینجینگ است. بله دقیقا. حالا عوارض عمل ختنه چه چیز هست؟ عوارض این عملیه جراحی اتفاقا دارای یک عده عوارض های بسیار جدی و اگر در نظر گرفته نشده معیوب کننده حیاتی داره. ما خوب است که اضرار و عوارضی که برای انسانها در عملی سرکمسیشن یا ختنه متوجه میشه به دو بخش تقسیم کنیم. یک بخش اضراری هست که در جریان عملی ختنه یا پیش از عملی ختنه به متوجه فرد به اصطلاح مریض است که عملیه برش اجرا میشه. یکی ده خطرهایی است که بعد از عملی ختنه مواجه آدم ها هستند. از راری که باید او را ما پیش از عملی ختنه در نظر بگیریم، حالا انسان است، معلول است، دارای یک عده آفت های ولادی است، همینطوری که ما در باقی ارگان های خود دارای آفت های ولادی هستیم، در این ناحیه هم دارای یک عده نواقص و معلولیت ها هستیم. عمدترین معلولیتی که در این ناحیه است، حالا ما خیلی والدین را داریم که میگم که دکتر صاحب بچه از ما خدایی ختنه شده به دنیا آمده، در حالی که یک معلولیت است، این خدایی ختنه نشده. نام از این مریضی را دکتر صاحب با هایپواسپیدیوس میگه، ایپیسپیدیوس میگه. اگر ما این موضوع را در نظر نمیگیریم، چون یک موضوع بسیار مهم است، عملیه ختنه پیش از این کسایی که هایپواسپیدیوس یا ایپیسپیدیوس داره در یک شفاخانه با یک پرسنل کامل مجهز صحی باید اجراش نه، در این عملیه ما ضرورت به یک دونر داریم، ضرورت با یک تامین کننده جلدی داریم. اگر ما این موضوع را پیش از این که هایپواسپیدیوس یا ایپیسپیدیوس را پیش اطفالا اصلاح کنیم، بریم ختنه را اجرا کنیم، این باعث میشه که ما امو دونر را از دست بدیم. وقتی که ما دونر نداشته باشیم برای اصلاح هایپواسپیدیوس یا ایپیسپیدیوس، در آینده مشکلات های بسیار جدی را می داشته باشیم. این ضرری است که باید پیش از عملی ختنه دکتر سیبا در نظر بگیره. همینطوری هست بعضی آدم ها اتفاقا گرفتارهای خونی می داشته باشه یا بعضی از امراض خون را می داشته باشه. اگر دکتر سیبا این را در نظر نمی گیره یا والدین این موضوع را متوجه نموشه، زمانی که عملیه ختنه پیش افرادی که دارای بعضی از معلولیت ها یا گرفتاری خونی هست اجرا میکنه، او فرد خونریزی بسیار شدید می داشته باشه. حالا اگر این عملیه پیش یک اشتوک نوزادی که او دارای یک لیتر خون است اجراش نه و میتود یا عملیه در یک جای دوردست اجرا شده تا او در یک مرکز صحی میرسه، نیم لیتر خون از این در جریان نیم ساعت از بدن از او ضایع میشه، بناهن فرد تلف میشه. لحاظا والدین دکتر سیبایی که این عملیه رو اجرا میکنه باید این موضوع رو پیش از اجرای عملیه ختنه در نظر بگیره. حالا یک معاینه بسیار سطحی و جزئی برای او مریض تجویز کنه، نشه که یه آدم دارای کدام گرفتاری خونی باشه، وقتی که عملیه اجرا شده همون مسئله سابق است که میگه پشت آوی رافته ویل دیست نمیشه، وقتی که خونریزی صورت بگیره، اتفاقا توقف دادن این نوع خونریزی برای یک دکتر که هیچ وسیله نداشته باشه، لابراتوار نداشته باشه،
خون تطبیق نتانست، قطعا به قیمت جانی مریض تمام میشه. لحاظه این موضوع بسیار موضوع حیاتی که دکتر صاحب در نظر بگیره، معلولیت هایی که قبلا فرد داره او رو باید در نظر بگیره. حالا وقتی که عملیه اجرا میشه پیش یک اشتوک، پیش یک فرد، موضوع مراقبت های به اصطلاح جریان عملی است که اونجا باید دکتر خودش با این اصطلاح به اصطلاح شرایط سیپسی و انتی سیپسی کاملا آشنایی داره که این عملیه با یک شرایط کاملا تام و عیار شده سیپسی و انتی سیپسی اجرا شد. اگر این شرایط در نظر گرفتنش نه، صاحب باز است، با رفتن بسیار یک میکروبی عادی در جریان خون فرد باعث سیپتیسیمیا میشه. سیپتیسیمیا یک مریضی بسیار وخیم و خطرناک است، گاهی به قیمت جان آدم تمام میشه. و یک عده اضراری است که بعد از این عملیه برای آدم ها پیش میاد. مثلا حالا فرد ناآرام است، این عملیه برایش اجرا شده، تعداد سوچرها یا کوکهایی را که دکتر در نظر میگیره در ساحه به قدر کافی اجرا نشده، خونریزی ها، رگه های باشوده که در اونجی ازش خونریزی صورت میگیره کاملا خونریزی ها توقف دادنش نه، لحاظا احتمال داره پیش مریض خونریزی صورت بگیره. به همین ترتیب وقتی گفتم سوچری کافی گرفتنش نه، خیلی احتمالش زیاد است خود امی جنسی پنیس یا قضیب کمی به طرف خلف فرو بردشته و جلد روی همدیگر بچسبه و باعث یک معلولیت دائمی خطرناکتری از اون شود. و همین ترتیب وقتی که این عملیه اجرا میشه گاهی صدمه هست، ضربه هست، یک عده زخمه ها در ساحه ایجاد میشه. ما در نهایت این جسم یک سوراخ داریم به نام میتیوس که از اونجا ادرار انسان ها خارج میشه. با یک ضربی بسیار جزئی و خرد این ساحه مسدود میشه. با انسداد از باعث انسداد جریان ادرار میشه. اگر کسی برای چند روز چند ساعت ادرارش تخلیه نشه، قطعا مثانه‌ش، گرده‌هایش، وظیفه‌ش یک مقدار صدمه میگیره. لحاظا این موضوعاتی است که باید دکتر صاحب او را در نظر بگیره، والدین باید در نظر بگیره. بسیار خوب، خیلی تشکر دکتر صاحب، فرصت هم کم است. در اخیر اگر کوتاه روی مسئله صحبت بکنین که آمادگی های قبل از ختنه اطفال وظیفه والدین در راستا چی است و وظیفه دکتر صاحب؟ چیزی که خیلی مهم است رشد ذهنی و به اصطلاح آمادگی ذهنی فرد است در این قسمت. حالا خیلی اشتباه هست مرتب به والدینش تذکر میده که من ختنه نشدم، ما باید عملی ختنه پیشم اجراش نه، یعنی که این آدم از لحاظ به اصطلاح باوری ذهنی کاملا به اون سرحد نهایی رسیده، اشتیاق از این داره که باید عملی ختنه پیشش اجراش نه. لحاظ هایی بسیار گفی مهم است. در پهلوی از او بعضی والدین هستم با یک بچه هایش را متاسفانه یک مقدار، یک تعدادی از ترس ها را مرتب در حافظه هایش ایجاد میکنن. ما از والدین خواهش داریم که اگر خواسته باشن که عملی ختنه به خوبی برای اطفال هایش اجرا شود، لحاظا در قسمت آرام نگه داشتنش یا ندادن ترس بر زنها اونا را یک مقدار همکاری کنن. اینا وظیفه هایی هستن که والدین باید برنزن. بعد به تعقیبش حالا انسان ها هست در محیط های مختلف، در خانواده های مختلف، در فرهنگ های متفاوت زندگی داره. حفظیم سه هم اتفاقا پیش از عملیه اجرای ختنه خیلی گپی مهم است که او را باید والدین در نظر بگیره. باقی چیزایش که مربوط به دکتر صاحب میشه، ما متیقن هستم که او را دکتر صاحب کم و بیش انشالله رعایت خواهد کرد. بله انشالله. خیلی تشکر دکتر صاحب، خیلی سپاس، انشالله ادامه بحث را هفته بعدی خواهد داشتیم باشیم. ما در خدمت خواهم بودیم، امیدوار هستم که بینندگان محترم از این بحثی کوتاه ما تنسته باشه، لذت برده باشه. انشالله. سلامت باشین. خیلی تشکر. همچنان سپاسگزاری میکنیم از شما عزیزان بیننده و شنونده که تا پایان بحث و برنامه رای درمان همچنان با ما همراه بودین. البته قسمت اول بحث را در این برنامه به اتمام رساندیم و
قسمت دوم از برنامه که بیشتر روی راه‌های مراقبتی که کودکانتون را فرزندانتون را ختنه می‌کنین، بعد از ختنه چه مراقبت‌های لازم است و نیاز است که شما مد نظر بگیرین تا اینکه کودکتون متضرر نشون و خدای نخواسته از زخمی که اثر التهابی نشه، تا اینکه باعث بروز انواع و اقسام مشکلات در نزد کودک شما نشون، تا اینکه باعث نگرانی والدین پدران و مادران نشه ان شاء الله. تا برنامه بعد که باز هم روز دوشنبه در خدمت شما قرار میگیریم، همه ایتانو بر الله پاک و بی‌نیاز میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.